معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم درباره روز گردشگران در جهان میگوید که مقصر شمردن افغانستان از سوی کشورهای همسایه برای جلب رضایت قدرت‌های جهان راه حل منطقی نیست. شیر محمد عباس استانگزی می‌افزاید که انتقادهای منفی سبب خواهد شد تا روابط میان افغانستان و کشورهای همسایه خدشه‌دار شود. انتقادات در هر جا و در هر محفل و در هر کنفرانس و اتهامات بیجا به مورد این سبب عظیم میشه که خدا ناخواسته روابط بین کشورها تیره شود، روابط بین کشورها خراب شود و این به نفع یکی از ما و شما هم نیست. موږ نور غواړو چې نور د خلکو څخه ستونزی پورته سي، نه په خپل ملک غواړو نه د بل چا په ملک ستونزه غواړو. موږ غواړو کوم خپل ولس دی، کوم ګاونډیان دي چې دا غي ډیر شیان ډیر مشترکات سره لري، غواړو د ټول لپاره اسانتیاوې راوړو. از سوی هم معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از 4000 گردشگر خارجی از بخش‌های مختلف افغانستان دیدن کردند. مهاجر فراهی از جهان می‌خواهد تا در بازسازی آبدات تاریخی و باستانی امارت اسلامی را همکاری کند. اسلامی امارت در اطلول سره 4200 بهرنی سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو سره تړاو او تعلق درلودی د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کړي. در همین حال برخی از نمایندگان گردشگران از مقامهای امارت اسلامی برای حل چالش‌هایشان خواست‌هایی دارند. اونایی که خلافکاری میکنه هم بشناسن از صحنه دور کنن تا نام مسئولین شرکت‌ها در لیست سیاه قرار نگیره، همه به اتهام گرفتار نشن. وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان می‌افزاید که برای سهولت بیشتر گردشگران کار بالای ساخت هتل‌های عصری در ساحات تفریحی و تاریخی آریوب زازای پکتیا، صیاد کاپیسا، نورستان و غرجریان دارد.